شایعات و حقایق درباره مجریان تلویزیون همواره مورد توجه اکثر مردم بوده و این بار حقایق جالبی درباره مریم خرمی افشا گردیده است. حقایق عجیب درباره شوهرش، عاشق شدن وی بالای عابد و مشکلاتی که بین این دو تازه به وجود آمده است از جمله موضوعاتی است که این روزها مورد توجه بسیاری قرار گرفته. و همچنین آیا می دانستید مریم 36 ساله است و شایعات درباره رفتن وی از طلو به گوش می رسد؟ برای دانستن حقایق جالب و مخفی زندگی مریم خرمی تا پایان ویدیو با ما همراه باشید و فراموش نکنید که نظریاتتون را با ما شریک ساخته و ویدیو را لایک نمایید. سلام بیننده های گرامی چینل تاپ سیکرت، خوش آمدید و یکی دیگر از ویدیوهای جالب این کانال. اگر جدید هستید و سابسکرایب نکرده اید، حتما با زدن دکمه سابسکرایب کانال ما را دنبال کنید تا ویدیوهای جالب ما را از دست ندهید. مریم خرمی در سال 1363 هجری شمسی در شهر کابل چشم به جهان گشود. او کودک 2 ساله بود که با والدینش به کشور ایران مهاجر شدند. آنها 13 سال در کشور ایران زندگی کردند. ولی بانو خرمی هنوز مکتب را به پایان نرسانیده بود که دوباره به وطن بازگشتند. مریم 2 برادر دارد، اما بزرگتر از همه خودش است. مریم علاقه شدید به موسیقی دارد. هنرمندان مورد علاقهش کامران هومن و از آوازخوانان افغانی عاشق صدای فرهاد دریا می باشد. همچنان او به زبان انگلیسی، پشتو، فارسی و اردو بلدیت کامل دارد. بانو خرمی تحصیلات عالیش را در رشته ژورنالیسم در دانشگاه مشعل به پایان رسانیده. مریم علاوه بر کار در تلویزیون‌های یک و خورشید، از سال 2016 شروع به فعالیت در تلویزیون طلوع نموده است. مریم خرمی بانوی خوش سیما و با استعدادی است که خیلی زود در تلویزیون طلوع به شهرت و محبوبیت رسید و در دل هزاران افغان جا گرفت. بانو خرمی بسیار خوش برخورد است و با هر کسی، شناخته یا ناشناخته، اگر هم کلام شود بسیار صمیمی برخورد می کند. این موضوع گاهی برایش بسیار دردسرهای بزرگی ساخته و خیلی ها این برخورد صمیمانه وی را برداشت سوء کردند. زمانی که مریم خرمی وارد تلویزیون طلوع شد، خیلی از کارمندان با برخورد صمیمی وی فکر کردند که به آنها دل بسته است و یا می خواهد رابطه ای بین آن دو باشد. بنابراین آنها هم حرکات و رفتارهای تحریک‌آمیز از خود به نمایش می گذاشتند که این موضوع باعث رنجش مریم خرمی می شد. چون مریم ذاتاً خوش برخورد بود و منظوری در دل نداشت، برای بقیه این رفتار وی سوء تفاهم شده بود. البته شایعاتی هم هست که مریم با این رفتارها می خواست خاطرخواه بیشتری جذب کند و کارمندان مرد را به نحوی در شرایط قرار دهد که از مریم با جان و دل حمایت کند تا در تلویزیون ماندگار شده و او را از وظیفه‌اش بیرون نکنند. مریم می خواست از همین تلویزیون شوهر انتخاب کند و همیشه همکارانش را تحت نظر داشت. سرانجام او در موبی گروپ شخص رویاهایش را یافت و عشق و محبت نسبت به او را در وجود خود احساس کرد. بانو خرمی اولین بار با عابد خرمی در موبی گروپ آشنا شد و پس از چندین مدت رابطه عاشقانه، بالاخره هر دو با هم ازدواج کردند. عابد خرمی شخص موفقی است که سالها در رسانه‌های کشور ایفای وظیفه می‌کند. وی در شهر کابل چشم به جهان گشوده است و سند لیسانسش را از دانشگاه کاردان در رشته BBA اخذ نموده است. هرچند شروع زندگی این زوج زیبا خیلی شیرین و عاشقانه بود، ولی با به دنیا آمدن عیسی پسرشان شیرین تر شد و آنها بسیار یک زندگی خوب و خوش داشتند تا روزهای تجلیل چند سالگی ازدواجشان. اما در این اواخر زندگی این زوج موفق بنابر دلایل مختلف کمی کسل کننده و بی‌رونق شده است. از آنجا که مریم مجری بامداد خوش هست، باید صبح وقت از خانه به استدیو برود برای ثبت برنامه و شب هم دیرتر برگردد. این کار باعث شده
مسئولیت نگهداری طفل و خانه‌داری بیشتر به عابد بماند. هرچند عابد به ظاهر گفته است که با خانه‌داری مشکل ندارد، ولی وی بیشتر از این که مریم وقت زیادی مشغول کار است و به نحوی در استدیو با همکارانش خوش می گذراند و توجه به شوهر و طفلش نمی کند، ناراحت و ناراضی است. از طرف دیگر شایعات بسیار بد و فسادهای غیر اخلاقی که در این چند مدت از پشت پرده تلویزیون ها پخش گردیده است، عابد را ناراحت ساخته. زیرا وی نمی خواهد که این شایعات و موضوعات غیر اخلاقی روزی به مریم ربط داده شود و دامنگیر وی نیز شود. و در این اواخر اعتماد عابد نیز کمی از مریم کاسته شده است، چون مریم پیش از ازدواج با عابد با همه همکاران رسانه خیلی رابطه باز و بیباکانه داشت که این رویه وی پس از ازدواج هم تغییر نکرده و هنوز هم با کارمندان طلوع خیلی رفتار باز می نماید. همچنان شایع شده است که مریم با یکی از کارمندان در تلویزیون طلوع رابطه عاشقانه دارد و این رابطه از مدتها پیش است. حالا این شایعه حقیقت دارد یا نه هنوز معلوم نیست. طبق بعضی معلومات موثق، بعضی اشخاص که با عابد در موبی گروپ همکار بودند نیز به وی گفتند که متوجه خانم خود باشد، چون در پشت برنامه‌های طلوع بعضی کارمندان و مسئولین تلویزیون از هیچ عمل دریغ نمی‌کنند. عابد که تاکنون با اعتبار کامل برای مریم زندگی نموده، نمی‌خواهد این اعتبار و زندگی عاشقانه از بین برود. لذا هیچ وقت با مریم مستقیم در این مورد حرف نزده است، بلکه بارها برنامه بامداد خوش را بهانه کرده و از وی خواسته تا طلوع را ترک کند. این ممانعت بعد از به دنیا آمدن طفلشان بیشتر شده است. در این مدت عابد بارها از مریم خواسته تا این برنامه را رها کند و بیشتر وقت را با هم بگذرانند و مسئولیت نگهداری طفلش را نیز خودش به عهده بگیرد، اما مریم چندان توجه به حرفهای او نمی کند و مدام در تلاش است که وظیفه مورد علاقه‌اش را رها نکند، چون امروزه او این محبوبیت را به آسانی به دست نیاورده است. این ممانعت بانو خرمی را بین دو راهی قرار داده است، یک طرف شریک زندگی و تک فرزندش عیسی، اما در طرف دیگر شهرت و محبوبیتش که امروزه حاصل تلاش و زحمات شبانه روزی او است. ولی تا کنون دقیق معلوم نیست که مریم خرمی به خواست شوهرش تلویزیون را ترک می کند یا خیر. خب دوستان عزیز، این بود حاشیه های زندگی کاری و زندگی شخصی مریم خرمی که تقدیمتان شد. ما منتظر نظریات و پیشنهادات شما در قسمت کامنت هستیم. همچنان فراموش نکنید که برای حمایت از ما ویدیو را لایک و چینل ما را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.